فاصله زیاد میشه. خب دیدی ابزاری است برای ایمیج گرفتن از یک بلاک دیوایس. بلاک دیوایس میتونه هارد دیسک باشه، میتونه پارتیشن باشه، میتونه فایل باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه و در واقع به صورت بلایند ایمیج میگیره. کار به فایل سیستم توش نداره، NTFS نیست، اصلا کار نداره. صفر و یک میخونه، صفر و یک میریزه. دو تا آپشن مهم داره، IF مساویست با OF مساویست با Input File Output File. این IF و OF رو خیلی چک بفرمایید، مخصوصا OF رو، چون هرچی که جای OF بنویسید کلن وایپ میشود. یعنی هرچی از IF بخونه میزه رو OF و unrecoverable هست این قضیه. پس اون چیزی که تو OF می‌نویسید تو خیلی خوب بهش دقت بفرمایید. خب برای اینکه این قضیه رو ما خوب درکش بکنیم، من مجبورم که این لینوکس رو خاموش بکنم، دو تا هارد دیسک کوچولو بهش اضافه بکنم. اینپوت فایل آوتپوت فایل، هر بلاک دیوایسی که تو اینپوت فایل بهش بدیم صفر، یعنی بیت به بیت میخونه، بیت به بیت میریزه روی اون بلاک دیوایسی که تو چی بهش گفتی؟ آوتپوت فایل بهش گفتی. پس بنابراین میبینیم الان چه اتفاقی میفته. میگم هارد به این اصلا قبلا اضافه کرده بودم، حالا معلوم میشود. آره ولی این هاردش بزرگه. این هارد ریموو میشود، یک عدد ساتا هارد دیویست و پنجا و شیش مگابایت اضافه می شود به نام دیک. یکی دیگه هم اضافه می شود دیدو دیویست و پنجا و شیش مگابایت دیدو. بعد ما لینوکس رو مجددا بوت میکنیم. خب این دقیقا همون قضیه که اول حجم گرفته بوده فایل اینجا هم از این دیگه دقیقا بیت به بیت میتونی کامپرس بکنی، چرا خودت میتونی کامپرسش کنی، مشکل نداره. الان همه شو میگم، همه حالت هاش رو میگم. حالا کلید کردی به دی ریسک ایز فلان، بله این قبلا من یه دونه اون هارده که نوشته بودیم اونجا اسکیپ ماونتینگ or wait اسکیپ کن بسیار. یه چیزی ماند کرده بودیم به یه چیزی در FS tab مال کلاس LPQ که بعد از اون است به ترمینال sudo dash s ost vim slash etc FS tab این دوتا موجود رو حذف کن، می وجود خارجی ندارن. خب ls-l slash dev slash sd start sdb داریم و sdc fdisk slash dev slash sdb خدمت شما شده که n p یک انقدر انقدر w mkfs dot چه میدونم فت اکس سلاش دیو اکس داختون جا میگیره، من 25 شو میگه من تو میذارم کمتر جا میگیره. خب اس دی بی یک داش لیبل میبل نمیخوادش. اوکی ماونت slash dev slash sdb1 به slash mnt مرسی cp slash bin slash c star به slash mnt ls slash mnt umount slash mnt. یه پارتیشن داریم ext2 روش هم یه سری فایله، خیلی هم ترتمیزه و یه هارد خام داریم به نام sdc. دیدی IF مساویست با slash dev slash sdb OF مساویست با slash dev slash sdc. این رو میتونید خودتون کنترل بکنید که چقدر چقدر بخونه، به جای بایت به بایت خوندن که خیلی طول میکشه میتونید با bs مثلا بگید سکتور سکتور بخون،
فرق نمیکنه، همه رو میخونه، ولی چقدر هر چقدر این عدد رو ببرید بالاتر سرعت کار دیدی بیشتر میشه تا جایی که رمتون اجازه میده و دیسک آی او تون اجازه میده. حالا ببین سوال خواستی؟ سوال؟ گفتم اونجا میزدیم. آها اوکی. اگه نذارید چی؟ اگه نذارید در واقع یکی یکی میخونه. خب ما تو اگر که مثلا یه عددی بذاریم که رم اجازه نده چی میشه؟ نمیتونه کار کنه؟ چرا از سواب استفاده میکنه؟ بعد کند میشه؟ نه خودش هیچی نمیفهم، خودتو متوجه خواهی چه تایمی که میبره. الان این کارش تموم شد، 268 مگابایت رو کپی کرد در 8 ثانیه با سرعت 31 مگ در ثانیه. بگو SSD نه فایل سیستم براش گذاشتیم؟ نکتهش همینه، نکتهش قشنگ همینه، جذابیتش همینه. ما به فایل سیستم چی کار داریم؟ فایل سیستم یه لول، آقا شما یه سوله داری، اوکی فهمیدم، سر تو سولت اومدی طبقه بندی کردی قشنگ پرونده گذاشتی، حالا من سولت رو با کامیون برمیدارم میبرم، اصلا کاری ندارم توش چیه. وقتی که بیت به بیت داریم یه هارد دیسکی دیتای روش منتقل میکنیم به یه هارد دیسکی، الان STC این STBه، هم میتونیم مانتش کنیم با اینکه فایل سیستم نداشت. داره الان دیگه، الان داره، اون موقع نداشت، اون موقع نداشت، الان داره. ایمیج گرفتن یه همین، فقط یه مشکلی الان وجود داره دوستان. LS که میگیرید از STSTAR STC1 نمیبینید. دلیل داره، دلیلش اینه که این سرویس یودیو که میاد بالا چیزا رو میشناسه، پارتیشن رو میشناسه، یه بار هنگام بوت ران میشه، یه بار وقتی اف دیسک میزنید آخر اف دیسک دبلیو میزنید چی، یه بار دیگه به سیستم میگه برو چیکار کن پارتیشن رو یه بار دیگه پروب کن، یعنی چک بکن. من چون الان پارتیشنی نساختم، سیستم نمیدونه، هیچ کس غیر از من نمیدونه اس دی سی روشی اس دی سی یکی هم هست، برای اینکه به سیستم بگم یه دور دیگه برو هارد دیسک رو اسکن کن، کامندی هست به نام پارت probe/dev/stc1stc، میگم آقا یه دور دیگه برو اس دی سی رو ببین روش پارتیشن هست یا نه. به واسه این کامند رو بزنید بعد از ls چی میبینید؟ حالا اگه من این کارو بکنم چی؟ mount/dev/stc1/mnt ls/mnt واسه این فایل اصلا بهمون نمیده. میخوام میدید چرا؟ همه کار میکنیم الان میبینیم. همونه، اصلا همونه. ما الان STC 0 و 1 روی STC و STB 1 آکرونیس چی کار میکنه؟ نورتون گوست چی کار میکنه؟ کلونزیلا چی کار میکنه؟ همشون هم کار میکنه. داستخان بسه خود چیز مال اکس ده بله خب بریم حالا حالت مختلف. ما حالا میخواییم یه هارد دیسکی رو منفجر کنیم، میتونیم بگیم if dd if /dev/0. زیرو یه بلاک دیوایس نرم افزاریه، مثل یه هارد دیسک میمونه که همش روش صفره ولی اندازش بی‌نهایت، هر چقدر بخونید بهتون میده. if /dev/sdb اصلا ما sdb رو منفجر میکنیم. این کامند اینقدر میره جلو تا یه ارور بده. ارورش رو کی میده؟ وقتی که دیگه STB جا نداره برای ریختن. کلا یادتون باشه در DD وقتی دوتا دیوایس یک بلاک دیوایس دو طرف اندازه‌هاشون یکسان نباشه این اتفاق میفته، یعنی اگه اونی که IF بزرگتر باشه این اتفاق میفته. الان STB ما unrecoverable wipe شده کاملا، روش تمام سکتوراش چیه؟ صفر. این کار طول میکشه، من هاردار برای همین 256 مگ گذاشتم، شاید یه هاردی یه ترابایت اگه بخوای این کار بکنی الان باید بذاری صبح بیایی برش کنی، پس برای این طول میکشه این قضیه. در ضمن تمام بیتام انظر بد سکتور چک میشه. نکته دیگه اینجاست که الان استی... نه فیکس نمیشه، اون یه کامندی بگم بد بلاک
که میتونی فیکس بکنی. گفتن نداره بد بلاک میکنی. ببین بد سکتور درست نمیشه که اگه نرم افزاری میگه این سکتور رو بیخیال شو، انگار رو هارد دیسک نیست. من الان بد بلاکی بزنم سرچ ا دیوایس فور بد بلاکس، من خودم تا حالا رانش نکردم، یعنی من الان 7 8 10 سال بد سکتور به چشم دیگه ندیدم، ولی هست دیگه هنوزم چی؟ اون که دیگه تعدیله جای دیگه هم ندیدم. بد بلاک رو استفاده میکنی، پیدا میکنه، مارک میکنه اون سکتورهایی که در واقع بد سکتور دارن، بعد وقتی فرمت میکنی اصلا اونا رو نادیده میگیری، ازشون استفاده نمیکنی. خب اما SDB دیگه وجود نداره، پس من اگه بگم mount con slash dev slash SDB1 اون چیزی که اول بود و ما ازش استفاده کردیم برای ایمیج گرفتن، الان میگه که فایل سیستم اصلا تایپ نمیفهمه، مانت که حالیش نمیشه، میگه این نمیتونم مانتش کنم، در اصل که اصلا چیزی اونجا وجود نداره. بله اصلا باید همین کار بکنی، یا هارد وقتی میخوای هیچ چی کسی نتونه فایلش ریکاور کنه این کار رو انجام میدید باهاش. آره یه لینوکسی هست به نام دیبن، ایزوش 340 میگه رایت میکنید روی دیسک، بوت میکنید، خودش هر چی دیسک پیدا کنه وایپ میکنه. فقط کافی بوت کنی باش بعد بری. از اون استفاده خاص ها. آره خب بعد این هم گفته بود که میتونیم روی مثلا فایل هم یه ایمیج هم بذاریم. خب خیلی قشنگ تر میشه. حالا ما از الان SDB که نداریم دیگه، تموم شده رفت، الان چی داریم؟ SDC1 رو داریم. در ضمن دوستان حتما نباید هارد دیسک کلش رو بکاپ بگیرید، میتونید از SDC1 بکاپ بگیرید. یعنی چی؟ این دفعه من این کار میکنم، دقت بفرمایید. DDIF مساوی است با slash dev slash SDC1، OF مساوی است با یه فایل مثلا در دایرکتوری جاری اسمش میذاریم SDC1.dd. اصلا چه مهم نیست، اصلا هیچ داستانی نه، تموم شد. من الان یه فایل دارم دوستان اینجا، خوب دقت بفرمایید، به نام stc1.dd 256 میگه دقیقا دیتای پارتیشن stc1ه. من این ایمیج اون رو دیگه هر وقت میخوام میتونم برگردونم. حالا من خود دوباره stb1 رو چیکار کنیم؟ ریکاورش کنیم. umont slash mnt mount هم نشده. fdisk این دفعه دیگه نمیتونیم، هارد وقتی برمیگردی رو هارد دیگه نیازی نیست پارتیشن بسازی. الان ما ایمیجمون از یه پارتیشن گرفتیم، نمیتونیم برش گردیم روی هارد، میتونیم برگردیم روی پارتیشن. پس fdisk slash dev slash sdb این بنده خدا الان هیچی نداره، invalid flag اصلا میگه که ببین رو همش رو صفره، میبینی میگه اصلا این پارتیشن تیبل نداره. حالا میسازیم دیگه، خودش پارتیشن تیبل هم میسازه. یک این دبلی تموم شده. حالا من میتونم بگم دیدی آی اف این دفعه این فایل، او اف این دفعه سی بی یک، درسته؟ اگه ندیدی الان میدم بیرون. ما از STC1 یه بکاپ گرفتیم با این کامند، منطقه او افش رو یه فایل دادیم که اون ایمیج رو داشته باشیم. خب تجربه میتونید تست کنید، mount slash dev slash sdb1 slash mnt ls slash mnt. من یه خونه یه اتاقش رو ایمیج گرفتم، شما یه پارتیشن ایمیج گرفتی، درسته؟ بعد اینو رو هارد نمیتونی برگردونی که، میتونی برگردونی سکتور اول هاردت هم داغو میکنی. اگه یه هارد ایمیج بگیری کلن از SDA میتونی برگردونیش رو هر چیز دیگه، ولی نمیتونی از SDA یک بکاپ بگیری بعد روی SDB برگردونی. یعنی میتونی برگردونی، دیدی کاری بهت نداره. چرا من یه فایل نگرفتم؟ خب بعد بالاخره یه جایی تو دراپ باکسی یه جایی باید ایمیج بگیری دیگه، یعنی یه اکسترنال دیوایس یا یه چیز دیگه ای باید داشته باشی که بتونی رو اون ایمیج تو بگیری. نمیتونی دیگه.
پارتیشن میتونی یه پارتیشن دیگه بسازی، مثلا ایمیج رو بریزی اون تو. خب حالا کامپرس هم میتونید بکنید دوستان، هم میتونید دستی کامپرس، دستی که بلدید همه دیگه ها، جی زیپ میزنید کامپرس بکنید. اما یه نکته وجود داره، در دیدی میتونید از آی اف یا او اف فاکتور بگیرید، یکشو ننویسید. اگر او اف رو ننویسید یعنی چی؟ معنیش چی میشه به نظرتون؟ یعنی من الان میگم آقا دیدی آی اف سلش دب سلش اس دی سی یک، خب از کل هارد رو میگیریم این دفعه اس دی سی، او اف نداریم دیگه، یعنی چیکار میکنه؟ میگیره بیت به بیت میخونه، باید دوباره میخونه چرا دیگه میذاره استاندارد آوتپوت. پس تو میتونی اینو پایپش کنی به جی زیپ، بعد بگی داش سی 9، بعد از جی زیپ هم چون سی گذاشتی میذاره به استاندارد آوتپوت بگیری بریزی در اس دی سی دات دی دی دات جی زد، بعد اجازه بدی این کارش انجام بده. بعد از اینکه کارش انجام داد، شما اگه LS بگیرید این دفعه این فایلتون به جای 256 مگ 492 کیلوبایته. البته بستگی به دیتایی داره که توش ریختید، چون دیتاش کم بوده برای همین هم خیلی چی شده، ایمیجتون کامپرس شده. هیچ فرقی نمی‌کنه، من همین میتونم برگردونم رو SDB. دیدی این دفعه IF باید چی بذارید؟ این درست در الان مگه این کار بکنم IF SD سی دات، این الان چی میشه؟ الان این چی میشه؟ الان این چی میشه؟ این کارو انجام بدم؟ الان مگه این کارو انجام بدم چی میشه؟ سلش دیو سلش اس دی بی ۵۰۳ کیلوبایت رو ریخ رو اس دی بی، تعطیل شد، اس دی بی منفجر شد، چون یه واقعا این فایل خون ریخ روش، پس این به درد ما نمیخوره. ما مجبوریم آی اف نذاریم که این دفعه دیدی از استاندارد اینپوت بگیره. پس ما با جی زیپ داش دی سی این رو آن کامپرس میکنیم، پایپ میکنیم به دیدی، فقط او اف دیو اس دی بی. این بار وقتی این تموم بشود ما میتونیم مانت بکنیم /dev/sdb1، میگه already mounted you mount ترکیده بیچاره /mnt دوباره mount اینم فایلش. چند نکته، کامند دیدی بای دیفالت سایلنته، یعنی در اندازه های بزرگ حوصله سر میره، هیچی پرینت نمیکنه مگه اینکه به بد سکتوری جایی برسه نتونه بخونه یا نتونه رایت کنه، میگه من نتونستم رایت کنم، اگزییت میکنه میاد بیرون. اینو خیلی مهمه که اگزییت میکنه، اگه به جایی برسه نتونه بخونه یا نتونه رایت کنه، کلا پروژه منتفیه. اصلا لایک سیسلاک که نگه میداره، ولی پروسسش نه، میگه مثلا الان اگه هارد یه ترابایت مثلا 100 گیگش رفته شما هیچ جایی نمیتونید بفهمید، آپشن هیچ چی نداره. دو تا کار میتونید بکنید برای این کار، برای رفع این مشکل. یکی یه چیزی ساپورت میکنه، تو نمیسی چی بنویسی؟ آره می‌خواستی بنویسی؟ خب بنویس، اول بنویس بعد من میگم. آره تو رکورد هست، بنویس دستور کیل به پروسسش یه دونه سیگنال بفرستید، اسم سیگنال سیگنال USR1 هست، سیگنال یوزر 1،
سیگنال بی‌معنیه، یعنی هر نرم افزاری برای خودش سیگنال رو یه تعریف میکنه. دیدی اگه این سیگنال رو دریافت کنه همون لحظه یه خروجی میده که چقدر داره چیکار میکنه. آره ما یه دیدی شروع میکنیم، میگیم دیدی آی اف مساوی است با سلش دب سلش اس دی سلش زیرو، او افش رو هم میذارم سلش دب سلش نال. نال هم یه بلاک دیوایسه، فقط تو او اف میشه استفاده بشه، یعنی فقط میشه بهش رایت کرد، هرچی برزین توش گم میشه اصلا دیگه، در واقع مثل چاک میمونه. یعنی از یه بلاک دیوایس نرم افزاری دارم میخونم میریزم توی بلاک دیوایس نرم افزاری، در واقع هیچ آسیبی به سیستم نمیزنم. این دیدی الان رانه، داره کارشو میکنه، پروسس سی پی یو رو میگیره خیلی زیاد. اما من چطور میتونم بفهمم که این دیدی چقدر داره، چقدر تا حالا خونده؟ اول باید پی آی دیشو پیدا کنیم. اگر هم نخواستید پی آی دیشو پیدا کنید با کیل آل میتونید کار بکنید، ولی بهتره پی آی دیشو پیدا کنید. پس میگیم پی اس آکس گرپ دی دی اینه 3724 کیل 3724 که سیگنال 9 میفرسته اگه بمونه از بین خواهد رفت. داش سیگ یو اس آر 1 به معنی سیگنال بفرستید تو پنجره دی دی میبینید که میگه آقا من تا الان 52 گیگ رو کپی کردم در 37 ثانیه با سرعت 1.4 گیگابایت پر سکند. نرم افزاری خیلی خوشحال نشید. تموم شد به همین راحتی. این یه راهش بود. هر وقت وسط تو سرعت بخواستم این دیدی در چه مرحله ایه، پس یه سیگ یوزر 1 بهش میفرستید. دو، یه نرم افزار به تو معرفی میکنم، حکم شلنگ رو داره به نام پی وی. پی وی پی وی میدونی کارش چیه؟ از استاندارد اینپوت هر چی بهش بدی میده به استاندارد آوتپوت. فقط یه پروگرس بار برات قشنگ میندازه، درصد میندازه که آقا چقدر از اینپوت اومد، چقدر از آوتپوت رفت. هر جا میتونی ازش استفاده کنی. از درصد انداختنش و پروگرس بار انداختنش منوط به اینکه تو اندازه نهایی دیتا رو بهش بدی. ندی همچون دیتا داره میاد میره این کار نمیتونه بکنه، ولی چقدر رفته چقدر اومده رو بهت میگه. پس شما میتونی خیلی راحت این کار رو انجام بدید. البته یه خود براتون کنتر خواهد انجام شد دیدیتون، منتها همیشه دیدی سریعتر از سرعت آی او، یعنی دیسکتون باعث میشه دیدی کند بشه نه سی پی یوتون. پس بنابراین پی وی رو اگه بندازیم وسط دوتا دیدی، یعنی دوتا پروسس دیدی باید ران کنید، پی وی وسطش باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. من امتحان کردم. پس میتونی بگی دیدی مثلا سلش دیو سلش اس دی ای مثلا و آی اف. خب اینو میخوایم بدیم به پی وی، یعنی در واقع او اف دیگه چی نباید بذاریم. پس میدیمش به چی؟ پی وی. از پی وی میگیریم دوباره میدیمش به یه دیدی جدید که این دفعه آی اف نداره، او اف سلش دیو نال. مهم نیست از اس دی ای بخون بریز تو چی؟ بریز تو نال. سرعت انتقال اطلاعات چقدر گذشته، چقدر تا این سرعت ببخشید چقدر گذشته، چقدر تا الان منتقل شده، ولی پروگرس بارش خالیه، یعنی در واقع الکی. یه آپشن داره به نام داش بی ام ام یا داش اس، میتونی بگی آقا مثلا سایزش 2 گیگ، حالا میتونی برای چیکار کنم پروگرس بار هم بزنه، بزن اونم ببینیم چیه. من پی وی سایز داش پی پروگرس یادت باشه، ریت نمیخوایم، بایت نمیخوایم، نومریک نمیخوایم، کوایت نمیخوایم، سایز داش اس. مثلا میگیم که پی وی داش پی اس مثلا 1 گیگابایت. فکر کنم اینجوری بفهمه چی شد. پی اس قاطی کرد داش 1 جی. آها به این شکلی میشه. بعضی 1 گیگابایتش رو درصد میزنه، منتها خب این همینجوری بعدش هم میره. بعد پی میزه دیگه عددا رو نمیده. پی ان بی اس 1 این چیه؟ بیا فوش دادم. خب اینا دیدی. آها یه چیز خیلی مهمش مونده، یادم رفت بهتون بگم. مهمترین چیزی که تو دیدی وجود داره اینه
شما میتونید به دیدی اندازه بدید، بگید آقا تا خرتناقش نرو، انقدری که من میگم بخون، انقدری که من میگم بریز. این رو با بی اس به علاوه کانت میتونید مشخص کنید. خوب دقت کنید دوستان، دیدی آی اف مساویست با سلش دی و سلش زیرو، او اف مساویست با یه دونه فایل تا دیدی. خدمت دوستان شبهد که بی اس مساویست با 1024. این بی اس بدون کانت معنی نمیده. اینجا بی اس بدون کانت یعنی چی؟ یعنی انقدر انقدر بخون. ولی وقتی کانت میذارید دقیقا یعنی انقدر انقدر بخون و چند بار بخون، پس اینا ضرب در هم میشه. یعنی الان دقیقا چقدر خونده میشه از زیرو؟ یک کیلوبایت. اگه من الان ls بگیرم از اینجا ls-lh بگیرم، file.dd اندازش دقیقا چقدره؟ یک کیلوبایت. آره یک کیلوبایت اول این بلاک دیوایس. حالا این بلاک دیوایس نرم افزاری همش هم صفر. حالا به چه درد میخوره؟ به چند درد میخوره؟ یک فایل بزرگ باش میتونیم بسازیم. یه فایل 10 مگی یا 100 مگی که فقط هم توش صفره، هیچی توش نیست. دلیلی که اینجا 96 مگ نشون میده وقتی که با 1000 ما ساختیم. یه راه استفاده بهترش اینه که ما باش میتونیم سکتور یکی هر دیسکی رو بکاپ بگیریم. شامل پارتیشن تیبل و بوت لودر اسلش دی و اسلش اس دی ای. خدمت شما هر چقدر که از این بخون بریز توی 512 یا ام بی آر، من اسم میزنم دیگه ام بی آر دات دی دی. این فایل الان بکاپ ام بی آر دات دی دی شماست. خیلی هم مهم، ام بی آر هارد دیسک شماست، خیلی هم مهمه. دوستان من اینو منتقل میکنم به یکی از اون دیسک های اس دی بی یا اس دی سی. خدمت شما شده که کدوم میتونستیم مانت کنیم؟ بسید به همون سازه خودش مگه نباید امان بشه؟ نگاه کن موقع رو کردن بی اس و کانت رو بذاری مانت سلش دیو سلش اس دی بی یک به سلش ام ان تی مانتده سی دی سلش ام ان تی آر ام داش آر اف استار سی پی سلش هوم پیمان ام بی آر دات دی دی رو کپی کن اینجا، بعد یو مانت اسلش جی ام ان تی. چجوری میتونیم پارتیشن تیبل و بوت لودر یک کسی رو بپرونیم؟ او اف خیلی از رو خطرناکیه. اگر بی اس و کانت نذاری میره. بی اس 512 بایت کانت میخوام بهتر کنم یک. آره همش خدا حافظ. یک آره فرق نمی کن، فقط باید بریم یه فای از کجا تا کجا ذخیره میشه، چقدر ذخیره میشه. اگه ما کانتشو نذاریم همینجور میره تو ویرچوال، تا آخر اون هارد میره، تا آخر کل هارد شما میره. نه تو ویرچوال اگه بزنید تا آخر هارد ویرچوال میره. تو ویرچوال هیچ خطری نداره، ویرچوال کسی هارد ما رو نمیشناسه. آره اینا هاشش دیگه تموم شد رفت. خب برای که فیکسش کنیم چیکار میکنیم؟ مجبوریم با یه دونه لایو اول بیامش بالا. بله یعنی من اینجا یه ایزو که ندارم دارم دارم ایزوی دسکتاپ چه اینجوری شده. خب LPK1 ایزو نه بعضی وقتا یه خودش قاط میزنه 13-10 مثلا خیلی هم مزخرفه.
هنوز 1204 ماشاءالله هزار ماشاءالله. تا LTS بعدی با 13 میاریم بالا. اولا پارتیشن STB1 رو مانت میکنیم که با اون فایل دسترسی پیدا کنیم، بعد با DD برمیگردیم رو STA، بعد تموم میشه، درست میشه. فقط یه نکته بسیار مهم، یه نکته 20 میلیونی بهتون میگم، چون این 20 میلیون برای من هزینه برش این نکته زرر نه، کی گفته وقتی همسایز نباشن چی میشه؟ من نمیدونم منطبیت پارچین رو دارم چی میگم رو بگم. خب ترمینال سودو داش اس، پسورد هم که نمیخواد، لایو خدمت دوستان شود که مانت سلش د سلش اس دی بی یک به سلش ام ان تی ال اس سلش ام ان تی این فایل هست، خیالمون راحته. دی دی آی اف سلش د سلش ام ان تی چیز آی اف سلش ام ان تی سلش ام بی آر دات دی دی او اف سلش دب سلش SDA BS. حتی در اینجایی که این فایل واقعا 512 است خطری نداره، ولی من هیچ وقت جرئت نمی‌کنم بدون BS و کانت این رو ران کنم. BS کانت شاید فایل یه ذره بزرگتر باشه. تمومه. خب تموم شد ریبوی استی چرا نشونشیم لایو اومدیم بالا، دیسکایی که اون روی به همون ترتیب ساتا پورت میشنست. خب تموم شد دیسک لایو ریموف شد. دوازه صف چهار میاد بالا. نیدیدی چقدر خوبه؟ اون نکته مهم، نکته خیلی مهم، 20 میلیونی این آقای 512 دو بخش داره، 446 به علاوه 64 در واقع سه بخش داره به علاوه دو. این چیه؟ چی میشینه این رو؟ سوگل بوت لودر. این چیه؟ پارشن تیبل. این چیه؟ رزرو. در ام بی آر این شکلیه. خب حالا یه اتفاقی میفته، من 512 رو بکاپ گرفتم در یه فایلی دارم، اصلا اتفاقی که افتاده برات تعریف میکنم. اصلا استندش رو کردی؟ نه اصلا هیچ چیزی نداره. ما 10 بار این کارو کرده بودیم، خیلی هم هیچ اتفاقی نمیفته. قضیه مال فکر کنم 9 سال پیشه، یه سروری داشتیم رد هات بود، از این ایمیج گرفتیم بعد برمیگردونیم، یه بار ایمیج گرفتی یه چیزی بود بوت لودر نمیپرند، خلاص کار ندارم، بعد ما اینو برمیگردوندیم. بعد از اینکه یه بار من این کار انجام دادم مثل همه موقعی که انجام میدادیم، بعد روشن کردیم دیدیم که بوت لودر هست لینوکس نیست، بریم ریکاور کنیم. ریکاور نشد، هیچی نشد، دیتا ها از بین رفت، خلاصه تموم شده رفت، ما رو اونجا بوتی پا انداختن بیرون و اینا. چه اتفاقی افتاده بود؟ اتفاقی افتاده بود این بود که آقا من اون موقع یادم نبود 512 تا که میگیرم فقط بوت لودر نیست، پارتیشن تیبل هم هست. اگر من هی بکاپ میگیرم برمیگردم هیچ اتفاقی نمیفته، دلیلش اینه که پارتیشن ها تغییر نکردن، ولی یه بار که ما بکاپ گرفته بودیم به اون پارتیشن یه پارتیشن اضافه کرده بودن، یه پارتیشن تیبل تغییر کرده بود، پارتیشن ها جاهاش عوض شده بود. بعد که من 512 تا رو برگردوندم هیچی دیگه سر جاش نبود. اگر فقط بوت لودر رو میخوای برگردونی 512 بگیر ام بی آر رو، ولی تو برگردوندنش بی اس 446 بذار که به پارچن تیبل دست نخوره. این هم نکته 20 میلیون برای اینکه ضرر دادن یعنی شکایت کردن از ما. بله کجا بودن دیگه اونش نمیتونم بگم. هست تو رزومه ها چش کردم تا اشتباه نکنی یاد نمیگیر که الان اگه من این 20 میلیون نداده بودم شما این 446 بار هیچ کس بهت نمیگفت. تمام کتابا رو بخون، همین نوشته 512 تا میگیری میری. حالا اونم احتمالا 20 میلیون زرد. خب
اینم از دی دی بقاله همینه یه الان پرسیدم که باید همون اندازه برگردن چون بله خب یه چای بخوریم اینم